درود وی پایان به ایران درود وی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستیم در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم ما قبلا یه, یه سری سلسله برنامه داشتیم که در مورد نیروهای نظامی و در مورد مثلا ترور فرماندهان ارشد بود که اگر اون برنامه رو ندیدین حتما ببینین با مدرک نشون داده شد که چطور فرماندهان ارشد و برجسته حالا هم ارتش هم سپاه به دست جمهوری اسلامی از بیم این که ای وقت بخوان کاری انجام بدن کشته شدن قبل از اینکه هیچ حرکتی انجام بدن یعنی در نهایت همه قربانی جمهوری اسلامی شدن در این برنامه هم میخوایم ببینیم که اصلا این نیروهای نظامی که کنار جمهوری اسلامی باشن و در حقیقت همین نیروها باعث شدن که جمهوری اسلامی سرپا بمونه چی گیرشون میاد مثلا چه حقوق میگیرن چه امکاناتی می گیرن یه یعنی مقدار اینو با کارشناسی جناب شهرام سبزواری میخوایم ببینیم که چطور هست میریم پیش آقای سبزواری درام جان درود بر شما درود به شما افشین جان خیلی خوشحالم که اولین برنامه بعد از این بهبودی تفه کنم با شخص دیگه اینجوری زنده داری برقرار میکنی و جای خورسندی داره از اینکه برگشتی به میدون مبارزه خوشحالم اه درود به بینندگان گرامیتون در خدمتون هستم تا بریم صحبت کنیم ببینیم به کجا می رسیم با بایی ارازشه اسمش رو بذاریم ارازشه <تصفح> بهتره بله ممنونم از محبتت ببین این همین ارازشه به هر حال این محمد چون خیلی فکر کردم این مسئله ببین در نهایت اینا هم هموطن ما و یه به نوعی قربانی شدن در این سیستم حالا یا به خاطر فقر بود یا بخاطر این بوده که زیر نظر این آخوندها و مسائل مذهبی بودن تو خانوادهایی به شدت مذهبی و اکثرا کم دانش بار اومدن تربیت درستی نگرفتن به نظر من اونها هم هموطنان ما هستن که قربانی شدن و ما میخوایم یه جوری اونها رو هم برگردونیم بیاریم به دامان کشورمون و کنار بقیه هموطنان بیستن چون بهروزی ایران به نفع همه است همه ازش می میبرن و الان این وضعیت یه وضعیت خورد کننده ای که حتی اونها هم ازش صدمه میبینن هم بارا بارا تو برمام گفتم که این هوای آلوده که نتیجه سوء مدیریت جمهوری اسلامی هست به خانواده همین به صلاح ارازشه هم صدمه میزنه مادر و پدر اونها هم سرطان میگیرن به خاطر این هوای آلوده یا از اون روغن پالمی که وارد کشور میشه خانواده اونها هم سکته قلبی میکنن ویا این ماشین های غیر اونها هم خانوادهشون در این ماشین غیر استاندارد در اونجا دای غیر از بین میرن بنابراین ما همه باید دست به دست هم بدیم و کشورمون رو پس بگیریم و بسازیم خب حالا سوال اول اینه که واقعا حقوق همین فرماندهان ارتش و سپاه اینو توضیح بده بهمون که چطوری هست. یا وزارت اطلاعات یا ارتش سایبری توضیحاتی بده افشین من یه عرضی خدمت شما بکنم این برد. که شما بخوای اینایی که از نظر ایدئولوژیک شستشو مغزی شدن و حل شدن تو این سیستمو برگردونی به مردم یه خیال باطل یعنی وقتی که برمیگردن میگن یک نیروی تروریستیه اعمال تروریستیش بیشتره مثلا یک کسافتی مثل نقدی یا یک کسافتی مثل سلامی رو تو چجوری مثلا میخوای فکر کنی که میشه شو کرد حالا شما اینو بود. نگفتی یا من بله. میدونم بله بله. بخشی هستن از اینا که مثل سلامی فکر میکنن یعنی خودشون اون شبا که میخوابن صبح بیدار میشن حالا یارو سلطفانده تازه از دانشگاه ما, ما اومده بیرون ها ولی فکر میکنه فردا میخواد بشه سلامی چون اینا رو ما تو دانشکده افسری ارتش هم داریم کسایی که مثلا میان میرن جلو آینه رژه میرن ده کار ده شمشیر میکنن بعد فکر میکنن مثلا شدن فرمانده کل ارتش الگوش اینو میذارن این بچه آخوند همینی که الان هست عبدالرحیم موسوی من از درجه چون لیاقت اون درجه رو نداره اسم درجهش رو نمیبرم میذارنش که موسوی بعد فکر میکنن مثلا میخوان بشن اون به خاطر همون اون میان دست به یه سری کارایی میزنن که ضد امنیت ملی، حتی هست ضد مردم هست، ضد یک نیروی یک سیستمی الان کشور ما رو اشغال کرده. بازوهای نگهدارنده اشغالگرا بخشش میشه عمده همین ارزشه یا همین نیروهای ایدئولوژیک سیستم که یه قسمتش سپاه، یه قسمتش توی نیرو انتظامی اون موقعی که درجه ها رو بار محسان آبی کردن بردن در پادگان و همینجوری با بیل ریختن خب مشاغل جوری هست برای نیروهای نظامی شما حتما باید جایگاه اون درجه ای که میگیری رو داشته باشی یعنی شما نمیتونی بیای بری آبدارچی یه یگانی باشی یا مثلا بایگان یه یگانی باشی درجه سرتیپی بزنی و خب وقتی درجه سرتیپی یا سرداری میخوای بزنی باید اندازه اون درجه شغلش رو داشته چیکار کردن اومدن یه پلی ارتباطی بین سپا و نیروی انتظامی برقرار کردن هر چیزی که سواد بقول من ایدولوژیک تر بود و تو راستای اهداف سپاه تروریستی بود توی سپاه داشتن هر آنچه که اضافه داشتن ریختن به نیروی انتظامی حتی ریختن تو مجلس حتی ریختن تو خاتم الانبیا ریختن جای جای کشور و میدونیم که الان کارتلای، حتی کارتلای مواد مخدر قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان هم دست خود سپاس یعنی بندر جداگانه دارن گمرک جداگانه دارن و کارایی میکنن که اون بودجه نیروهای نیابتی یا گروه های تروریستی خودشون رو از این راه تأمین کنن یا حتی بتونن به وسیله این کارترهایی که درست کردن بتونن پول انتقال بدن یا تجهیزات انتقال بدن یا سلاح مثلا شما ببین سلاحی که آمریکا توی افغانستان جا گذاشته طالبان نیورده بده دست گروه تروریستی حماس همین پلی که نیروهای تروریستی زدن داده خب حالا میرسیم تو بحث حقوق ببینید ارتش یه اشل خاص داره جز اون حرم فرماندهی اون رأس حرم که مثلا امتیازات ویژه میگیرند یا مثلا بهشون امکانات ویژه میدن خدمات ویژه میدن بقیه تون اشل میچرخن یعنی اگه مثلا شما نگاه کنی یک سرنگ خلبان به صورت متوسط حدود 20 میلیون حقوق میگیره حالا دیگه این سرنگ خلبان که امروز داره 20 میلیون تومن 21 میلیون تومن حقوق میگیره با توجه به سابقه شو اینا بعد بیای ببینید خلبان جنگنده است خلبان 330 سی خلبان چه نوع جنگنده ای حتی هست یا مثلا دیگه چی هست اینا توی حقوق اون خلبان حق پروازش حق معمولیتش اینا همه توی اون اشل برابر قانونی که از زمان ارتش نوین شاهنشاهی گذاشته بودن با یه سری تغییرات جزئی دیگه اینا اومده مثلا شما در راه نظام باشید درجه تو بدن ندن درجه تو نگردارن ولی خب متوسط اون حقوقی که در نظر گرفته شده طبق اون چارچو به قانون رو میگیری هیچ چیز اضافه تر نمیگیری خدمات بیبینشم از قدیم از زمان دوران پهلوی شاهنشاه ما میدونیم که بیمارستان هایی تشیص و, و بیمارستان اون زمان مدرنترین ترین بیمارستان ها بود ولی امروز تجهیزات پزشکی ارتش متاسفانه هی داره فرسوده و فرسوده تر میشه و اینا میان به خاطر همین هم یگان ها رو کوچیک کردن چون شاید تجهیزات نظامی ندارن هم بیمارستان ها و اون ادوات پزشکی رو به تف خب میان کوچیک تر میکنن تا بتونن پاسخگو پرسنلش بشن در طرف مقابل میبینیم که سپاه ضمن اینکه خودش وصل به یه بودجه چهار برابری نسبت به ارتش از این طرف کارترهای بنیاد تعاون سپا رو داریم کارتر نمیدونم بنیاد فلان رو داریم همین جوری هی تزریق میشه اون برنامه های پول و اینا رو داریم که اصلا قابل مقایسه نیست یعنی شما یه بسیجی که امروز میاد ساندیستش تحویل میگیره ده میلیون تومن داره حقوق میگیره ده میلیون تومن حقوق یه چیزی معادل دویست دلار ولی تو ایران برایش یه کار پاره وقت ده میلیون تومن پول خوبیه حالا فقط این ده میلیون تو اینی که ارز میکنم اون بسیجی دونپایه است اون بسیجی که مثلا تمام وقت توی نمیدونم پایگاه نشسته و دیگه از سر کول آقاشون بالا میره با ها بازی میکنه نیست این بسیجی که مثلا میره اونجا سکسک میکنه میاد یه هفته یه بار میره سر یه پستی وای میسه بر برمیگرده ده میلیون تومن حقوق میگیره به این اینکه بهش خدمات بیمه ای رو میدن که یک نیروی سپایی در اونجا قرار میگیره یعنی هر جور خدمات پزشکی داشته باشه نهایتاً پنج درصد تا ده درصدش رو پرداخت میکنه تازه باز اونم جای سال داره که مثلا اصلا پرداخت میکنه یا نمیکنه در صورتی که الان دیگه با توجه به این تجهیزاتی که وارداتی شده فلان شده اینو شما برای پرسنل ارتش نمیبینی این اتفاقاتی که مثلا میبینی برای پرسنل سپاه داره میفته با بیمارستانهای متعدد براشون درست کردن کارهای دیگه کردن ضمن این که برای خودشون پول آوری داره چون ببین کارتر ورود تجهیزات دست خود ایناست دیگه وقتی دست خود ایناست اولین کاری که میکنن بیمارستانهای خودشون رو تجهیز میکنن بعد تازه میان بیمارستانه شخصی رو اون فلان دکتر میاد به هزینه شخصی خودش میره تجهیز میکنه اینا رو باید در نظر بگیریم خدمات میدن به اینا تازه زی... کم میارن زیاد میارن میرن خدمات به لبنانی میدن به فلسطینی میدن به ای میدن به عراقی میدن که چی ما اون وقت مردم خودمون باید تو فلاکت و فقر رو اینا ببینیم یه مثالی چرچیل داشت ازش پرسیدن ایران چجوری گرفتی گفت من با وعده این که بیام بهتون آرد میدم نوم میدم بعد از اون قطی وقتی وارد ایران شدیم مردم تو صف آرد بودن ما وارد ایران شدیم این هم این بسیجی هایی که مثلا دیگه نه دین دارن نه ایمون دارن میگن آقا بیا اینجا به وعده شما خودتون ببینید به طور مثال میتونم براتون عرض کنم عجمیان دیگه معروف ترین نشه گندش در اومد که برادر بابایی یه های صرف گرفته بود برادر دنبال این بود که پیشی های منو چرا ندادین تنوز پشت سرش اون وقت اومده بودن تو تلویزیون دنبال کشتار و خوناشامیه بیشتر بودن تا بیشتر بتونن به از اون بودجه ای که مثلا عرازش دنبالشن اینا رو باید در نظر بگیر یه پژو پرشیا امروز قیمتش حدود چقدر یک میلیارد تومنه فکر کنم داخل ایران نزدیک 800 میلیون تومنه اگه پراید 300 میلیون تومان در نظر بگیریم پژو پرشیا صفر همون قیمت خب شما خودتون ببینید عجمیانی که قاتل بچه های مردم بود عجمیانی که پای کار بود این آدم اومده خب معلوم اون پدر چی اسمش رو نمیشه گفت پدر اون دیو خوناشم چهار تا مثل اون بچهش داشت میفرستاد تو میدون که بتونه پیشتر اومده توی تلویزیون هم دنبال خونخواهی کشتن افراد بیگناه بیشتره اینه حتی حکم دستگاه قضا رو قبول نداره باز خیلی به کنم یه منو صحبت کردم بریم حالا بعدی رو شما بپرس من در خدمت بله من حالا از میون صحبت شما چند تا نکته بود یکی اینکه که فرمودی که مثلا سرهنگ خلبان 400 دلار حد اکثر حقوق میگیره تقریبا 20 میلیون مثلا یا اون بسیجیه 200 دلار حالا مثلا بسیجی دون پایه اون یکی بسیجی که حالا خیلی خوبه حالا یه میکنی. چیزی میگم بیشتر شوکه بشی آه. اون افغانی که مثلا تو تیپ فاطمی اون هست هم. یا پاکستانی که تو تیپ زینبی اون هست هزار دلار بود بله, بله من این نیروهای <applause> نیابتی هم که تو عراق استخدام میشن با اونا که بیشتر میگیرن اونا،, اونا بسته به مراتبشون هست بله. نه من حالا رجال این و میشه. هم خودم دارم هم ایرانی هایی که در داخل ایران چون اینان که جمهوری اسلامی نگه داشتن ببین من یه چیزی خدمت شما عرض کنم سیرک رو که میخواستن راه بندازن به هر پاکستانی یا هر خارجی که وارد میشد 400 دلار 300 دلار تا 500 دلار داده کجا اینا می دادن لب مرزی که میخواستن از ایران خارج بشن اونجا دلار رو به اینا میدادن یعنی چی یعنی حتی نمیادن لب مرزی که خودشون وارد میشن مثلا مرز پاکستان این دلار رو بدن یا مرز به فرض مثلا حالا افغانستان یا هر جای دیگه که وارد ایران میشن عبور کنن برن اون وقت این پولو بدن بخشی از اون دلارها داخل کشور خرج بشه شرطشون این بود که دلار رو اون ور بگیرن دقیقا ببرن تو عراق خرج کنن نه داخل ایران خرج بشه آه. حتی اینا حاضر نیستن اون صرفه اقتصادی سیر که خودشون را میندازن به مردم داخل کشور برسه اینا نکاتی است که باید نظامیانی که پای کار وایسادن میگن نمیدونم ما این رژیم فلان این رژیم اگه بره ببینن که اگه این پرت ها و این بریز به پاشا و این ول های نظام این نظام کثیف زده بشه برسه به دست اینا خب قطعا زندگی خواهند داشت مثل ارتشی که زمان آریامر زندگی میگرد ارتشی که هیچ نیاز خاصی نداشت حتی خون چهار تا پشت خانواده خودش و همسرش هم از نظر مالی از نظر قوت روزانه تعمین بودن اینا رو همه رو باید دونه دونه گفت تا اینا بیشتر توجیه بشن بفهمن چه گلایی گوشه اینی واقعا امیدوارم که زودتر به خودشون بیان به خاطر اینکه همین میخواستم بگم که مثلا خلبانه در آمریکا حقوقش 20 برابره یعنی حداقل دلار یا اصلا یه سرباز عادی در آمریکا علاوه 2000 دلار دیگه میگیرن حالا همین میخواستم بگم که حال. یه مثلا این بسیجی که حالا دیویس دلار 500 دلار هر اشی که میگیره دزدی‌هایی که از ایران میشه میلیارد دلاری حالا این میلیارد دلاری حداقل سالی دو سه میلیارد تا میلیارد دلارش میاد تو می اخبار خود جمهوری اسلامی <تصفح> که مبلغ واقعی که داره از ایران دزدیده میشه خیلی بیشتر از این حرفاست نه دستم تا 7 میلیارد دلار اینا هر سال دارن میگن یه بار برای گوش میشه یه در نهایت نهای داره کلا سرشون, در سرشون در میره دیگه بعد این بعد اینو بفهمن که بعد به خودشون میاد من قبلا تو همین یکی این برنامه آخری که گذاشتم گفتم ببنید. که به این جلوی آینه داریم اینجا میون کلمت برش اینجا اینکه به خودشون بیان ما دو نکته بایستیم. داره اینا رو فریب میدن با بحث امنیت ملی کشور امنیت ملی که ارز میکنم نه اینی که اینا میان درست میکنن آقا بیاین این یارو اومد اینجوری کرد این اعتراض کرد این بدبخت اون بدبخ که نمیشه گفت این اصلا واژه قشنگی نیست اون دلیل و شجایی که کف خیابون رفت مبارزه مخالف امنیت ملی نه ببینید امنیت ملی که من عرض میکنم اون چهار گوشه ایران الان مثلا 2000 هکتار زمین حاصلخیز ایران مونده پشت دیوار مرزی اینا زورشون حتی نمیرسه طالبان رو پس بزنن زمین های مردم اونا ساعت داشته حتی زمین های مردم رو بهشون برگردونن چون طالبان یه نیروی اصلا سر میره یه آدم قوی میخواد یه نیروی قوی میخواد که بره بزنه تو گوششون اینا رو بده عقب زمین های مردم رو برگردن از این ور باکو جمهوری آذربایجان میخواد یه چشم داشتی داره یعنی بعدش نمیاد اون شمال رو یه دستکاری بکنه و بخوایم نخوایم ببین اینا از زمان دوران حتی احمدشاه قاجر هم بوده زمان رضا هم بوده شاهنشاه هم بوده چیزی نیست که امروز ما بخوایم کسی رو باهاش بدرسونیم یعنی این چیزیه که واضحاته حتی ترکیه هی میاد میگه مثلا ما آناتولی رو میخوایم را بندازیم اون امپراتوری عثمانی رو را بندازیم ترک ملتی رو راه بندازیم این تهدیدایی هست که از زمان قدیم کشور ما رو داشته امروز و دیروز و مثلا با وجود این ها به وجود نیمده با وجود این ها ما به جایی رسیدیم که حتی ترکیه میاد الان 90 تا 100 غیر استاندارد میزنه سر را ارزه نداریم بریم حق آب خودمون رو ازشون بگیریم یا اعتراض کنیم وقتی که رئیس جمهور یه مملکت پرقدرت میاد لب مرز وای میسه میگه حبه آب مردم منو ندی فلان میشه اگه قدرت واقعی داشته باشه اون کشور اگه اقتدار واقعی داشته باشه همون لحظه که داره این حرفو میزنه جنگنداش رو اون صدی که مد نظر رئیس جمهور است دارن دیوار سوتی میشکنن میدونید چی عرض میکنم برای اختار به اون طرفی که داره ظلم میکنه یا حقابه رو نمیده یا فن. نه اینکه فردش ببینیم دمپای پوشا و جنده پوشای طالبان بیان در بزرد من این چه اقتداریه این چه امنیتیه که اینا ازش دم میزنن که مثلا فلان پایگاه اینون اسد ببخشید یه زمان طول و دراز میشه پایگاه اینون شده پارکینگ خالی هی تلفنو رو برمیداره ما فردا شلیک میکنیم به پایگاه اینون خالیش کنید مثل یه زمین آزمایشگاهی شده از این ور هی ای موشک میزنن تو پایگاه اینون اسد خیلی هم بزرگه یه بیابونه براوده این تعداد موشکی که اینا میگن ما اگه زده باشن تو وسط هم زده باشن الان باید اینون هیچی ازش از جزیی تله خاکی نمونده باشه ببینید این فریبیه که این کسافت ها به اسم امنیت ملی دارن میدن ارتشی فرق نمیکنه ارتشی اون شخصی که فکر میکنه اینها نگهدارنده امنیت ملی ان بدونه که وجود اینا هی hey, بحران 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 و خیانت به امنیت ملی کشوره همونجور که هی hey, میان ریسک میکنن مثلا وجود طالبان اومدن ریسک کردن گفتن طالبانو بیاریم از بحران مردم عبور کنیم بدتر شد خودشون الان گیر کردن تو بحران طالبان اومدن آذربایجان دستشو باز گذاشتن تو حمله به ارمنستان ازش حمایت کردن گفتن خب این کارو میکنه ما نمیدونم فلان کارو میکنیم بدتر شد میدونید چی میگم یعنی آذربایجان الان شاخی شده برای خودشون اینها نشون داده تا حالا مدیریتشون کلا غلط بوده تو این زمینه و دارن به کشور ما خیانت میکنن اون هم که وضع خانواده هاست بیش از سه هزار نیروی نظامی در زندان ها هستن بدونن که کسی صداشون رو خبر داشته باشه این یک واقعیتیه خیلی از خانواده ها رو گرفتن و الان هم دارن توتعه می میچینن هی پو توتره پشت توتره توتهه که فشار رو بیشتر بکنن یک سیستم اطلاعاتی مسلط به کل بحث اطلاعاتی نیروهای نظامی بذارن امروز اگه ارتشی حواسش نباشه فردا دیره اینم باید حالا بریم جلوتر ببینم بله حواسش باشه که یعنی بعد به خودش بیاد دیگه باید... بله دقیقاً بعد به خودش بیاد و ب... این ماجرایی که ما همیشه میگیم جمعیت میلیونی اگر بیاد مثلا نیروهای نظامی میان به حمایت از مردم این معادله از اون طرف هم حل میشه یعنی اگر دقیقا, دقیقا. نیروهای نظامی درست پیش قدم بشن و یک حرکتی رو را بندازن مردم میان ازشون حمایت میکنن چون مردم هم خسته شدن به معنای واقعی کلمه از این وضع اصفوار خسته شدن و الان وقتی که نیروهای نظامی به اون قسمی که خوردن که دفاع از ایرانه وفادار باشن و نشون بدن که غیرت دارن شرافت دارن میتونن از کشورشون دفاع بکنن از مردمشون دفاع بکنن و بیان به میدون الان وقتش کافیه <applause> فقط فرماندهان ارشادش، همونه که شما اول مسازه همون نقدی ها و سلامی ها رو دستگیر کنن یه مش آدم بی سوادش فرمانده شکم گنده نادان هستن که هیچی ازشون برنمیاد نه سوادی دارن نه تحصیل نه نادان بودن نه. بله اگه باز دیشن. نادام بودن خیلی بهتر از این بود تا خواهن باشه اینها به هر حال یعنی اینها اداره کردنشون کار سختی نیست ببین جان اداره کردنشون سخت نیست این اینه که مستلزم این هست که دو طرف به هم پالس بدن ببین مردم ما الان توی یک حالتی هستن که هر لحظه امکان داره مثلا مواز دوباره مشتعل بشه منفجر بشه این حرکت سیل و خروشان را بیفته و اینی که مثلا میگه ال... مردم ناامیدن نه ناامیدی وجود, نامدی... وجود نداره نامیدی وجود نداره مثل این میمونه که شما میخوای نیمه دوم بازی رو شروع کنی داری پلنچینی میکنی هوشیارتر اشتباهات رو داری اصلاح میکنی و کارهایی که قراره بکنی اینجا باید حتی اون سپایی درس بگیره کاری که اتفاقی که برای خانواده های خودشون افتاد تو 401 خیلی از خانواده هاشون که همراه مردم بودن الان در زندانه میدونی چی دارم بهت میگم خیلی از پرسنل خودشون که رفته بودن دنبال خانواده هاشون تو زندانه خیلی از مدیرا به خاطر اتفاقاتی که 401 شد حتی یقر هم میبستن تا اون خرطناق و نماز و صفحه اول وای میستادن برکنار شدن بی سر و صدا یه چیزی حدود فکر میکنم 300 مدیر ارشد اگه اشتباه نکنم حالا نمیدونم یا سی مدیر ارشد توی بنیاد شهید برکنار شده تغییراتش باعث شده که برکنار بشن ببین این پالسایی هست که داره میگه آقا جون این سیستم به خود شما هم وفا نمیکنه بهترین کار میدونی چیه وقتی که پیامی از مردم ارتشی ها یا حالا هر نیروی نظامی دریافت میکنه که ما داریم آماده میشیم مهیا میشیم اونها هم مهیا بشن با هم بیان اصلا ورق این رژیم اگه امروز ورق این رژیم رو ببندن خیلی بهتر از اینه که حتی یک ساعت دیگه یا فردا بخوان این اقدام رو بکنن هر روزی که داریم میریم جلو ایران داره ضعیفتر ایران داره ضعیفتر میشه با توجه به این نیروی اشغالگر جمهوری اسلامی که روشه و زندون اون کفدارایی مثل طالبان یا مثل جمهوری آذربایجان یا مثل ترکیه هی تیزتر میشه برای اینکه یه بخشی حتی امارات و اینا هم الان مدعی سه جزیره هستن بله. آره و هر روزی که این مسائل میره جلوتر و با بدبختی هایی که اینا دارن با خیانت هایی که کردن تامین اون نیروهای دارن تضعیف و تضعیف و تضعیف میشن ضعیف میشن اینها به پایانشون نزدیک شدن و ما فردا ایرانی به این شکل دیگه نخواهیم داشت که حتی بخوایم بهش افتخار کنیم همین امروز هم اگه شما اگه بری ببینی یه تکنولوژی رو بذارید ما اون جهشه رو داریم عقب میفتیم یعنی باید. هر چی بود تو این چل و چند سال ما یه اختلاف متناسبی داشتیم میتونستیم خودمون رو برسونیم ولی دنیا تو این تقریبا میشه گفت پنج سال اخیر داره یک جهش بزرگ میکنه سمت تکنولوژی و پیشرفت در صورتی که ایران همونو داره عقبگرد برمیگرده ایران با هدایه با اشغال جمهوری اسلامی داره سمت مخالف شرکت میکنه و این من به شما میگم ده سال آینده تقریبا میشه گفت ما میشیم یه ملت عقب مونده مثل اون موقعی که حالا شاید بینندگان شما یادشون نیاد ولی مرزهای شوروی و برچیده شده و اون جمهوری های جدید احداث اه شده و اینا اصلا وقتی میرفتن مثلا ایرانی ها میرفتن برای دیدن اونجا فکر میکردن چه خبره وقتی میرفتن میدیدن که انگار مثلا برگشتن به 60 سال 50 سال اخیر بله بله میدونه بله، چی میگه بله. ما داره این اتفاق تو کشورمون میفته الان که پولمون حتی از افغانستان و عراق و روسیه ای که در حال جنگه ارزشش کمتره یعنی ضعیف پول منطقه رو داریم بله همین عراقی که مثال میزنی عراقی که 20 ساله به تو شرایط جنگی داره به سر میره خب عراقی که 20 ساله تو شرایط جنگیه جنگی بله. اینا اومدن برنامه‌ریزی کردن رو بندر چابهار که بکننش اون کلیدون معروف عبور کالا و ببین اینا. جمهوری اسلامی... عراق اومده تو بندر فاب داره این کارو پیاده میکنه بله. با 7 میلیارد دلاری که کره جنوبی داره اونجا هزینه میکنه بله. نه جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده است و هدفش نابود کردن ایرانه دقیقا دیگه الان ما داریم میبینیم دیگه یه نیروی نظامی بعد این الان به خودشون بشون به هر حال حالا گذشته از اون مسائلی که, که شما گفتی ایرانیه باید به خودش بیاد بلده. چه نیروی نظامی چه مردم حالا به خصوص بس... نیروی نظامی که سلاح دستشه آموزش هم دیده فتح. و اینها بعد اینا به خودشون بیان ببینن که به هر حال گذشته از اون صحبتایی که شما کردی وقتی مملکت از بین بره همه باهاش از بین میرن فرقی نمیکنه ببین مثلا در زمان آلمان نازی زمانی که هیتلر به قدرت رسید خب یه سری نیروهای نظامی هم در کنارش بودن همین حزب نازی یا گشتاپو اینا آلمانی بودن دیگه و دلیل. بعد آخر جنگ آخر جنگ هیتلر حالا گفتن خودکشی کرده برای دو تا زغال آوردن نشون دادن گفتن که این جنازه هیتلر دوست دخترشه و هیچ وقت معلوم نشد که های واقعا هیتلر بود یا, نبا. یا نبا. ولی ولی دادگاه های نورنبرگ واقعا برگزار شد و تمام ایادی اون حکومت تمام همون فرمانده های نظامی تمام همون گشتاپا همه اونجا محاکمه و مجازات شدن اینا درس تاریخه الان تاریخ الان اینجل. وقتشه که این نیروها جهت اصلاحشون عوض کنن و بیان کنار مردم وایسن ببینید وقتی که یه حکومتی فروپاشی میشه اون صندوق های وزارت اطلاعات یا حالا هر چیزش که نیروهای امنیتیش باز میشه اون مخبری هم که تو خیابون فکر میکنه کسی نمیشناستش یه بس سیگار کادو میگرفته چون تو اون اشل نیروهای اطلاعاتی از قدیم بوده از زمان سواک بوده که مثلا یه مخبری بوده با یه بسته سیگار کارش را میافتاده اونو دیده بودن که یه بسته سیگار بده اون مخبری هم که حتی بسته سیگار میگیره اینقدر میخوام بگم کوچیکه یه بسته سیگار میگیره اونم اسمش در میاد و همینجوری که الان خود بنده در توییترم دارم هفته به هفته یه, یه چیزی درست کردم یه پلنی درست کردم ارزشی سلام کن اسامی بسیجی های آدم فروش و بسیجی های آره پنهان جمهوری اسلامی رو میذارم توش اینو عرض کنم خدمت شما که مطمئنا وقتی فروف باشه کامل صورت بگیره اون اسامی و اون لیستا خیلی تکمیلتر و خیلی بزرگتر و خیلی با اسم پدر مادر برده. حتی اونایی که تو خارج از کشور یه کارایی انجام میدن داخل کشور یه انجام میدن همشون این پرده ها به ریخته میشه اون موقع است که دیگه باید دید عدالت مردم و اون ترازوی عدالت و اون مجازات بله و معروف مردم چه بر سر اینا میاره اینا اون روز رو باید هر روز خواب ببینن و بدونن که به اون روز میرسن اینجوری نیست که شما تا عبادت ولی ولی اگه الان همین امروز رفتارشون رو تغییر کنه همه ورق برمیگرده و اصلا کل ماجرا عوض میشه به طور کامل چیزه ولی خب خیلی چیزا فهم میکنه وقتی شما از علمی که داری بیای به کمک به مردم استفاده کنی قطعا پیش مردم یه جایگاه ویژه پیدا تنها در حقیقت تنها راه فرار از اون گذشته سیاه حتی اول وجدان خودت هم اینه بله. وجدان خودت هم اینه. آموزشی که دیدی کاری که یاد گرفتی علمی که داری بیای در راه کار جای درستش استفاده کنی جای بله. درستش چیه سمت مردم بیستی سمت مردم بیستی کمک به مردم کنی حالا سلاح داری اگه تو میبینی میتونی بیای راه رو ببندی مثل تونس درست ارتش ما از نظر ماهیتی مثل تونس نیست که بگیم بیاد برابر قانون اساسی بیاد این حکومت رو ورداره و خودش جایگزین بشه تا حکومت بعدی دولت بعدی تحویل بده این یک نقصی بوده از زمان قدیم توی قانون اساسی ما که محافظ قانون اساسی یا محافظ اون قانون اساسی کشور توش دیده نشده که الان آمریکا محافظ قانون اساسیش ارتششه هر جای دیگه یه همچین چیزی هست این نقص توی کشور ما هست که مثلا ما محافظ قانون اساسی نداشتیم اگه یه همچین چیزی بود هفتاد درصد مردم وقتی یه حکومتی رو نمیخوان ارتش میتونه بیاد اون حکومت ورداره خودش اختیارات در دست بگیره تا دولت انتقالی حدود یک سال یا بیشتر میتونه این حکومت رو در دست بگیره برابر قانون متاسفانه این تو ارتش ما نیشه. ولی یه چیز دیگه تو ارتش ما هست این که شما میبینی مردمت رو دارن میکشن تو وضعیت جنگی قرار گرفتی دیگه نیاز نداری دستور فرمانده رو بگیری اون موقع خودت فرمونده و نیروهای تحت امرت سمت درست رو باید انتخاب کنی اونم دفاع از مردم بله. این اینو یادشون نره این چیزی که تو دانشکده افسری یادت میدن وقتی که دسترسی به فرمانده نداری چه کار باید بکنی متوجه چی میگم بله اونم که حالا گفتی قانون اساسی به ما نیاز به قانون اساسی جمهوری با. اسلامی نداریم ما خودمون الان میتونیم وارد عمل بشیم و کشورمون حفظ بکنیم ده. این کشور مال ماست این بعضیها خب این... آخه بعضی ها منتظر دستور فرماندهان هم نمیدونم میگن فرمانده خب باید دستور نه اصلا همه صحبت ما همینه که نه باید منتظر نه. نه. نه باید منتظر فرمونده ای... فرمونده ای که یه بچه اخون بوده با رانت عقیدتی سیاسی اومده شده فرمانده بهش میگن آرزو چیه میگه من برم بشم جانشین بسیج فرمانده کل ارتشه میگه من برم بشم بعد جانشین بسیج بعد توی مراسمات میخواد شرکت کنه لباس ارتش که لباس مقدسه دفاع از کشوره لباس ارتش حالا کار نداریم الان ارتش ما اسیر جمهوری اسلامی یا فلان کار نداریم کلا لباس ارتش برای هر کشوری لباس مقدس لباس ارتش اتنه دراری لباس بسیج تنت بکنی اون فرمانده شما انتظار داری چه دستوری بهت بده جز خیانت به کشور هیچ دستور دیگه بهت نمیده جس خیانت به مردم دستور دیگه نمیده شما اون موقع که باید خودت بیای تصمیم بگیری اون جوونی که داره میمیره اون دختری که داره بهش تجاوز میشه این میگید ما جنگیدیم 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 خب نیروهای صدام که انقدر که اینا با و ما کردن نیروهای صدام نگردن اینقدر بله بله یعنی شما کجای دنیا میبینی که دختره رو برن تو خیابون بدوزنش به عنوان مثلا یه دختر 16 ساله رو بدوزن انقدر بهش تجاوز کنن تا بمیره بعدم ببرن از روی بلندی پرتش کنن با این سرنزازی کنن بگن این خودش مرده نیکا شاکرمی یا سارینا اسمایل زاده یا اینا ده. من نمیدونم چجوری اینا رو میبینن و تحمل میکنن و دم نمیزنن یا حتی یه حرکتی نمیکنه. البته همون هم که عرض کردم بارها بارها حفاظت اطلاعات نامه داده بود که حتی اطلاعات سپاه ریخته بود تو مناظر سازمانی و اونجا رو تفتیش ببین انقدر به جایی رسیده بود که مناظر سازمانی شما میدونید محیطش بسته است تقریبا میشه که همه هم دیگر یا خالدون هم هم وقتی که نیروهای اطلاعات سپا میریزن تو مناظر سازمانی ارتش یعنی چی؟ یعنی اون بخش ارتش به هم ریخته است و حتی حفاظت اطلاعات ارتش با اطلاعات سپاه در جایی همکاری نکرده در جایش هم خیانت کرده مثل حفاظت اطلاعات پایگاه یکم شکاری که یک سرباز رو الان گرفته و خودش اصلا بازجو کننده بود و داده دادگاه الان تو پرونده شرکت آره حالا من خیانت کرد شنیده اطلاعات. بودم که همین که خیلی نیروهای نظامی رو به هم بدبین کردن و میترسن می که با هم ترس. یک به اصطلاح یه جوری با هم دیگه متحد بشن و خودشون یه پلنی بریزن و بالاخره این برای یه جایی بشکنه این حس بدبینی که وجود بودن یکی دیگه هم اینه که خیلی نا و نادان بار آوردن یه دوستی من داشتم که در اداره رئیسی که این کلانتری ها بود در ایران و اون به من میگفتش که خیلی خیلی اینو روش کار کردن که حتی در تا رده مثلا سرهنگ و اینا رو بی سواد بار بیارن یعنی آدمایی بیان که به شدت مذهبی باشن آخه آره اطلاعات خاصی نشون تاریخ با تاریخ بگانش اینا رو الان خوشبختانه به کمک اینترنت که بخشی از این برطرف شده خوشبختانه و این موج ایرانگرایی را افتاده در ایران نه برطرف نشده اشتباه این موج ایرانگرایی تو مردم را افتاده من؟ اون کسی که مدیره یا اون کسی که رئیس میشه حتی تو بانک ها توی مدارس توی فلان اینها هم باید وابسته باشن به نظام یا فلان یعنی من الان به شما میگم اون سربازی که تو کلانتری هست اون گروبانی که مثلا توی فلان جای ارتش هست اون گروبانی که تو فلان جای فلان نیروی مسلح هست اینها باید بدونن اون رئیسی که براشون گذاشتن سواد اون کارو نداره بارها بارها مشخص شده که اینها از نظر علم اون پستی که دارن در حد اون علم نیستن فقط به خاطر اون ریش و اون جای مهره و میزان ارادت و چابلوسی و سه نقطه نمیتونم بگم به خاطر حالا به نظر اه اه به نظر چقدر امکان هستش که نیروهایی که مثلا بازنشسته شدن در ارتش بودن در سپاه بودن بازنشسته شدن به هر حال اونا دیگه اینقدر زیر ذره حفاظت اطلاعات نیستن کسیف... یه... به اه... نظر یه سیاست کثیف جمهوری اسلامی پیش برده آه. دادن وام ها و مقروض کردن مردم یه جوری میشه گفت تقریبا میشه گفت همه رو درگیر یه سری پلنا کرده خب اینا باید بفهمند یه وقتی جمهوری اسلامی نباشه اون قرض ها وجود خارجی نخواهند داشت و اینکه اصلا زندگیشون متحول میشه بله. همینجور که از صد برابر اون وام ها رو خود ایادی عیادی جمهوری اسلامی دارن میدوزن میبرن از ایران برابرش میبرن نه و کافی بل. فقط چارو... اینا و اینا بر یعنی امروز اگه جمهوری اسلامی بیفته بخش بزرگ از این منابع قابل برگشته قابل ردگیری قابل پیگیریه ساد. و قابل برگشته درست. مثلا الان یه خلبان اف 14 ای که بازنشسته شده حقوقی که میگیره بین 12 میلیون تا 14 شما همین این جوابگوی هزینه هاشون نیست درسته حزینه بلاخره زندگیشون تو این خرج امروز بعدم خب اینا رو میبینم به اسم خلبان دیگه یه جایگاهی داره خلبان شرم وقت برنامه داره به پایان میرسه اگر... شلا حالا قسمت بردی آره. داخل. آره. بود. اگه سخن دیگه نیست قربان شما خیلی خوشحال شدم اومدی ببخشید پر حرفی کردم نه نه رو دو شد بردارم تا برنامه های هدف اینه که نیروهای نظامی نخش متوجه نقش خودشون باشن متوجه اهمیت وجودشون باشن و به خودشون بیان و دست به کار شن بیان به کمک مردم تایی داری با... صد درصد اینجا به درود